با سلام خدمتی شما بینندگان عزیز ارجمند برنامه 8، امشب مهمان عزیز ارجمندی داریم که همه شما ایشون رو میشناسید، ولی خب من میخوام اسمشو بگم نمیگم که سورپرایز بشن. حالا اینقدر بزرگ نکنید ایشونو، ایشون هم یک کارگردان هست مثل کارگردان دیگه جامعه ما. برای ایشون واقعا کارگردان بزرگی هستن به استخونمندیشون درست داره شاید، اما اجازه بده به هر حال قبل از اینکه ما ایشونو ببینیم و در خدمت ایشون باشیم، میریم از ایشون یک فیلم میبینیم که تا حالا پخش نشده، یک نقطه بذاریم، یک پاراگراف باز میکنیم، در خدمت شما هستیم، میریم و برمیگردیم. واقعا زیبا بود، حتما تا الان فهمیدین که مهمان برنامه ما چه کسی است، جناب آقای گیاه‌رستنی عزیز، خیلی خوش اومدین. یه سلام علیکم بینندگان عزیز، بفرمایید. سلام به شما و همه. جناب آقای گیاه‌رستنی، من فیلمتو دیدم، اصلا چطوری شد که این فیلمو ساختی؟ در واقع من می‌خواستم یه جور حس پوچی و بلا تکلیفی رو به بیننده القا کنم. واقعا تبریک میگم، چون واقعا من تا سالن سینما کاملا بلا تکلیف بودم، یه 40 دقیقه مثل باز گیج میچرخیدم دور خودم. فیلم به طور کلی یک فیلم اسراف کارانه بود و کاملا یک درام شلخته چیزی نداشت. یک لحظاتی میاد با بیننده همراه بشه، اما به محضی که تخم به دیوار برخورد میکرد آدم ول میکرد و دوباره راست میگه اون تخم مرغ که واقعا یاد املت میافتاد. ممنونم. در واقع اون املت جور هارمونیه، یعنی گوجه فرنگی مثل خونیه که در رگهای تخم مرغ دویده. کاملا مخالفم، کاملا مخالفم. چرا نیست؟ علت داره، به خاطر اینکه املت خودش به طور کلی غذای بلا تکلیفه، یعنی خود وضعیت خودش هنوز مشخص نیست، یعنی این آبپز، آیا این عسلیه، این چی میخواد باشه، آیا اصلا این خاگینه میتونه باشه؟ ببینید شما این نظر شماست، این نظر شخصی شماست. من خودم به شخصی و برنامه 8 کاملا فیلم شما رو دوست دارن، البته یه خورده خسته کننده است، ولی واقعا فیلم شما قابل تحمله، اینو مطمئن باشید. میگفتی چه وردی هست؟ اگر اجازه بفهمید من حرفم بزنم، من منظورم این بود که یک مخفی کارایی همچین روشن فکرانه در فیلمات دیده میشه، توی همه فیلمات هم هست، نمیدونم چیه، میخواد در لفافه بگی و نمیگی هیچ وقت به ما، مثل همون عینکی که میزنی و همین که مرموزه و نمیدونیم چرا اون عینک برای چی میزنی. به هر حال من میخوام بگم که واقعا چرا مثل آقای گیاه‌رستنی دیگه نیومده؟ خب این که نمیشه که اگه بخوای سوال بکنی. واقعا جوون، البته از آقای گیاه‌رستنی تقلید میکنم، ولی واقعا مثل ایشون نیومده. اتفاقا سینما ایشون به هیچ وجه سینمای پیچیده‌ای نیست، یک سینما خیلی ساده است. ایشون یه دوربین میکاره، یه لانگشات میگیره، یه درخت شنبلیله زردالوی اونجا هستش، یا مثلا توی ماشین میاره میکاره، اجازه بفرمایید من صحبت میکنن توی ماشین، مثلا از اول تا آخر یک فیلم آدم خسته میشه. جای جایی هرس آدم اصلا در میاره، دو نفر با هم حرف میزنن هیچ کدومو نمیبینی، کسی که وجود نداره بده اجازه بده صحبت داره میکنه، تو اجازه نمیدین دیگه. جناب آقای گیاه‌رستنی عزیز، رابطه اعداد با فیلم ها چیه؟ مثلا شما اول 11 رو ساختین، بعد 22 رو ساختین؟ 22 رو اول ساختین. 22 رو اول ساختین، بعد 11 بزن 11 22 22 تقسیم بر 2 11 11. چرا اجازه بده؟ چرا 28 نیست؟ چرا 74 چه اشکالی داره؟ 93 چه مشکلی داره؟ مثلا چرا 22؟ اصلا راجع به این قضیه نمیخوام صحبت کنیم، ما میخوام راجع به این صحبت کنیم که تو فیلم مثل یه سوال میمونه، مثلا نمیدونم انگار دنبال یه خونه میگردی. بله، خونه رو پیدا کردی؟ بله. جدی؟ بله. خونه شو پیدا کردی؟ به هر حال، ولی که مسئله مهم اینه که سینما سوال نیست، سینما اساسا پاسخ هست. بعد از 40 سال از زمانی که تیتراژ کار میکنی تا امروز، شما هنوز متوجه نشدی که سینما پاسخ از سوال نیست. جناب آقای گیاه‌رستنی، تو یه فیلمت خب یه بیل دادی دست بازیگر و این بازیگر میدوی دنبال دو تا آدم دیگه تا بیان و روش دو تا بیل خاک بریزن. کدوم فیلم همین؟ فیلم همین فیلمی که تو کار کردی دیگه. کی باز این کرد؟ جناب آقای فرشاد. شما این فرشادی بود. درسته. خب سوالتون چی بود؟ منظورم اینه که الان چی شده؟ این تای قصه رو نفهمیدیم، این اصلا چی جوریه؟ در واقع تایر فیلم اینجوری تمام شد که در اون سکانسی که ما گرفتیم که بازیگر توی قبل میخوابید و دو نفر یا یک نفر با بیل خاک میریختن. خب تش چی شد آخه؟ چی میشه؟ تش چیه؟ این زنده میمونه؟ میمیره؟ تش در واقع چون ما میخواستیم این یک سکانس غروب آفتاب بگیریم، سری جمع کردیم رفتیم. واه. چی شد؟
این موندون تو فکر کنم ای آره دیگه برای اینکه ما جنگ کنیم رفتیم که یه میگم سکانس غروب داشت آفتاب بهش میرفت لوکیشن سمت ملارد همون جایی داره اینجا کردن بازیگرتون الان ده نمیدونم زمین یادمون رفت اصلا برگردیم ما آقا اونجا الان اتوبان شد نه جدی مطمئن از این چیزه بینندگان عزیز یه برنامه ببینید ما باز در خدمت شما هستیم هفت سالیه شما آقا من فکر میکنم شما الان تماس بگیریم ببینید که چی شده اونجا سریع بریم اونجا ببینیم من میگم مطبوعاتی من هیچ به راجبش همایون فرشادی صحبت نمیکنه من برای فیلم هم میخواستمش ولی خب نشد دیگه ما عجله رفتیم اصلا ما عجله گیر رفتیم من فکر کردم هر لحظه ممکنه غنیمت باشه خارج ندیدیمش آره من یه لحظه من برم مثلا اورژانس 125 حال دستم دست. نه به دفعه نه. فکر می‌کنم این دو برنامه چی می‌شه؟